سلام های گرم دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید که با ما همراه هستید. من گلشن حیدری هستم و همراه همکارم هرمز رها با یکی دیگر از سری برنامه های نگاه روز در خدمت شما دوستان هستیم. موضوعی رو که امروز در برنامه نگاه روز براتون در نظر گرفتیم عبارت است از شکایت از تصویب حداقل دستمزدها. با تصویب دستمزد 470 هزار تومانی اعتراض کارگران آغاز شده. در این میان تشکل‌های حکومتی موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری رژیم رو پیش کشیدند. اجازه بدید بیشتر از این مقدمه رو طولانی‌تر نکنم و به سراغ مهمان برنامه‌مون بریم. پیرامون این موضوع گفتگو رو با اون داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما حسن صالحی. منم خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام دارم. حسن صالحی، مضمون این شکایت نامه چی هست و به نظر شما طرح شکایت علیه تصویب دولت در زمینه دستمزدها چی میتونه باشه؟ اجازه بدین قبل از من یه نکته تصدیق بکنم. اشاره کردیم 470 هزار تومانی، دقیق ترش از 487 هزار تومان، بله، که من اصلاح کرده باشم. اجازه بدین من بگم که من فکر میکنم طرح شکایت به دیوان عدالت اداری از سوی شورای اسلامی به نظر من یک موضوع در جهت سردووندن کارگران و دنبال نخست‌سیاه فرستادن، کارگران رو دنبال نخست‌سیاه فرستادن. حالا من سعی میکنم اینو توضیح بدم، راستش دلایل و انگیزهایی که این مسئله رو مطرح کرده. ولی اشاره کردیم به مضمونش، ما اشاره بکنیم. وقتی که شما متن این شکایتنامه رو که علنی هم منتشر شده مطالعه میکنید، میبینید که چیزی که شورای اسلامی درخواست کردن از دیوان عدالت اداری اینه که آقا دستمزدهای حداقل 25% افزایش پیدا کرده، 390 بوده شده 487 هزار تومن. حالا ما میگیم که به جای 25% باید 30% بشه، یعنی یه چیزی دوروبر حدود 500 هزار تومن، یعنی حدود 16-17 هزار تومن به دستمزدها اضافه بشه. تمام منتی که دارن سر کارگران میذاره اینه که دستمزد افزایش 25% بشه 30%. خب گیرم دیوان عدالت اداری هم این شکایت رو بپذیر و بخواد ترتیب اثر بده، که خیلی هم طول میکشه، حالا کاری ندارم به این، ولی تو طول این مدت حساب بکنیم چقدر تورم میره افزایش پیدا میکنه، گرانی ها زیادتر میشه، همین 17-18 هزار تومان هم راستش تورم میبله، میخورتش، یعنی 6-7 برابر قیمت ها گرونتر شده و هیچی نیست. به هر حال بس کارگرا سر دوروبر 500 هزار تومان نبود. این دستمزد که تعیین شده 4 برابر زیر خط فقره و کارگرا خواسته های انتظارات بسیار بیشتری داشتن از افزایش دستمزدها، نه یک دستمزد 3-4 برابر زیر خط فقر که حالا در 15 هزار تومان بهش اضافه بشه تغییر زیاد درش حاصل نمیشه. این یه نکته. دومم من فکر میکنم که شوراهای اسلامی این مسئله رو میدونن در متن جامعه، در متن جنبش کارگری اعتراضات کارگری برای دستمزدها بالا گرفته. به طور مشخص یک جنبشی هست که جنبش تومار 30,000 نفری هست، امضا کردن قبلا و کارگران خواستای انتظارات خودشون رو در مورد دستمزد مطرح کردن، انتظارات بسیار بالایی هستش و محبوبیت پیدا کرده و این نارضایتی در میان کارگران افزایش پیدا کرده. اینا به این صرافت افتادن که با طرح این شکایت یه طوری صد بکنن، سوار این اعتراضات کارگری بشن یا مهارش بکنن. و فراموش نکنید اول ماه مه رو ما در پیش رو داریم و اعتراضات کارگری میتونه یک بروز حادی پیدا بکنه در اول ماه مه، و همینطور مزکه انتخابات جمهوری اسلامی رو داریم که اونجا هم میتونه به یه تلاطمات تبدیل بشه و اینها نگران اینن که جامعه بخصوص در زمینه اعتراضات کارگری اوج و شدت بیشتری بگیره و یه طوری اینو مهارش بکنن و کل این اوضاع نابسامان جمهوری اسلامی رو بتونن بی بلا و یا با مشقت کمتری پشت سر بگذارن. وگرنه به نظر من شکایت بردن نزد دیوان عدالت اداری، خب بالاخره اونم در مورد حداقل دستمزدها که مسئله حساسی هستش، سردموندن کارگران به قول معروف
چاقو که دست خودش نمیبره. بله خب پس با این حساب، این توضیحاتی که شما میدین، یعنی کارگران نباید به هیچ مراجعی به جای شکایت بکنن؟ شکایتشون رو به کجا ببرن؟ نه ببین، منظور من این نیست. من ببین، بس بر سر اینه، شما شکایت بردن و خب وقتی که توی مبارزه کارگری با یک طرفی درگیر میشید، کارفرما، نهاد اداره کار، هر جایی که هست، بالاخره شما باز برید یه چیزی رو بهشون دیکته بکنید، تحمیل بکنید و اونا یه بخشنامه باز بدن، یه چیزی رو باز تغییر بدن، نهایتا اینطوریه. ولی نسخه ای که شورای اسلامی پیچیدن اینه که شما برید تو خونه بشینید، ما میدیم تو کوریدور دیوان عدالت اداری و دوائر دولتی دنبال کار شما میدویم، مثلا همچه بحثی دارن. وگرنه بحث بحثه رو اینه، مگر شما مثلا بذارید من یه مثال بزنم، اعتراضات کارگران پتروشیمی جنوب را، خوزستان رو نداشتیم، ماشه رو نداشتیم، کارگرا رفتن 3 دوره 4 دوره مبارزه جانانه داشتن سر اینکه قراردادهای پیمانی رو لغو بکنن و کارگرها به استخدام رسمی در بیان، و بعد از 4 دوره مبارزه بالاخره اونها موفق شدن، موفقیت‌های به دست اومد، بخشنامه اومد که آقا یه در باز مونسه که قرارداد رسمی بکنیم. خب اون هم یه چیز رو به کارفرما، به یک نهاد دولتی حتی تحمیل کرد، ولی در زمینش مبارزه کارگری و کارگرایی که در خیابان بودن، دست به اعتراض می‌زدن، مبارزه دست جمعی بودن. نسخه شورای اسلامی اینه که شما برو تو خونه بشین، ما دنبال کارت میدویم، و در واقع سردموندن کارگران و همونطور که گفتم و سد کردن اعتراضات کارگری و جلوگیری از رادیکال شدن اوناست. بله، بالاخره به طور کلی اگه بخوایم بگیم، کارگرها باید چیکار کنن؟ یعنی آلترناتیو شما، پیشنهاد شما برای کارگرها برای شکایتشون چیه؟ به طور مستقیم باید چیکار کنن؟ خب ببینید، این خدمت رو عرض کنم که در زمینه حداقل دستمزد، خب خود فعالین کارگری، نهادهایی که واقعی هستن، نهادهای واقعی کارگری هستن و اتحادیه آزاد کارگران ایران و نهادهای دیگه، تلاشهایی را اینها از مدت ها پیش قبل از تعیین حداقل دستمزد برای سال 1392 آغاز کردن، و این به این منجر شد رفتن به کارگران مراجعه کردن و دستمزدها رو یک بیانیه صادر کردن، توماری صادر کردن که خواستای خودشون رو در زمینه افزایش دستمزد اونجا و توقعات انتظارات خودشون رو مطرح کردن، و 30,000 کارگر کارخانجات مختلف در ایران این تومار رو امضا کردن و یک اعتراض خوب داشتن در مقابل مجلس و با نمایندگان مجلس صحبت کردن و گفتن قانون باز توی زمینه تغییر بکنه، و ضمن اینکه بیرون از مجلس اینا دست به اعتراض زدن و نماینده های کارگران رفتن اونجا. خب اینها، همین نهادها امروز آلترناتیو ها و طرحهای دیگه ای رو پیشنهاد کردن و گفتن که بالاخره مبارزه سر حداقل دستمزد باید ادامه پیدا بکنه، و اینا هم مسئله دست زدن به اعتراضات دست جمعی بر پایه اعتصابات کارگری رو مطرح کرد. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی رو و رژیم اسلامی رو که یک طرفه میشینه در مورد دستمزد کارگرا تصمیم میگیره و نمایندهای کارگران توی مسئله دخیل نمیکنه، بخوایم به عقب برگردونیم و پیشروی داشته باشیم توی زمینه، اینه که همونطور که کارگران گفتن، نهادهای و فعالین کارگری دیگه گفتن، برپایی اعتصابات و مبارزات دست جمعی در مراکز کار و در مقابل دوائر دولتی و غیره است. بله، در انتها خوشحال میشم به این سوالم هم جواب بدین که همونطوری که گفتم 480,000، همونطوری که حالا شما هم گفتین 480,000 در دستمزد 487,000 گفتین دستمزد بوده و باعث شکایت ها و اعتراضات کارگران و نهادهای کارگری و اتحادیه های کارگری شده. پس میزان دستمزد باید چقدر باشه که از نظر شما، که فکر میکنید نظر کارگرها تامین بشه؟ ببینید، خود اینها میگن این میزان دستمزد طبق آماری که خودشون دادن، گفتن خط فقر دور بر 1,500,000 هستش، 1,500,000 تومان هستش، و این دستمزد تقریبا چیزی 4 برابر زیر خط فقره، متوجه؟ یا 3 یا 4 برابر زیر خط فقره، و
معلومه که این دستمزد تکافو نمیکنن. کارگران گفتن خب باید دستمزد کارگر طوری باشه که نیازهای خانواده چهار نفری پنج نفری رو تامین بکنه و این سخت نیست. نیازهای یک خانواده کارگری مسکنشه، بهداشتشه، درمانشه، سفرشه، اینترنتشه، همه اینا رو باید شامل بشه، تلفنشه، همه اینا رو باید شامل بشه. و اگر بخوایم به صورت رقم بگیم، به نظر من دستمزد کارگر امروز نباید حداقل کم کمش یا در درجه اول نباید کمتر از 1,500,000 تومان باشه. و این کمترین چیزیه که الان میشه مطرح کرد و برای جنگید. اینها وقتی که مسئله دستمزد مطرح کردن، ببینید اینا میخواستن 15% اضافه بکنن و تازه همین اعتراضات کارگری زارن باعث شده که مجبور شدن که اینا 25% اضافه کنن. و به نظر من اگر نیروی اعتراض کارگری، اعتصاب کارگری رو ما پشت این حرکت بذاریم، به طور قد میتونیم مطمئن باشیم که کارگران میتونن گامهای بلندی در زمینه افزایش دستمزد بردارن و این دستمزد واقعا زیر خط فقر رو منحل کنن، این تصمیم رو منحل کنن، به یک تصمیم دیگه مطرح بشه و یه مسابقه دیگه توی زمینه صادر بشه. بله. من فکر میکنم که در این حال دستمزدها باید به طور مرتب همزمان با افزایش تورم هم اتوماتیک افزایش پیدا بکنه. بله، با تشکر از شما حسن صالحی. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، گفتگوی ما و حسن صالحی رو پیرامون دستمزد کارگران شنیدین. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید. شماره تلفن های تلویزیون کانال جدید در پایین صفحه هست، همینطور آدرس اینترنتی، ایمیل آدرس تلویزیون کانال جدید هست. با ما تماس بگیرید، منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون هستیم. شب و روزتان خوش.